در این باره توریالای مرزایی عضو تیم ملی زورخانه کشور و مصطفی نورستانی در استودیو تولونیوز است. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. خوش آمدید. در ابتدا مصطفی جان، آنچه که در گزارش دیدیم انتقاد شما را نشان میداد از برخورد دگانه، میشه که بیشتر وضاحت بتین؟ بله، تشکر از شما که ما را دعوت کردین. ما از تلویزیون تلو، ما چند قبل در مسابقات جنوب آسیا اشتراک کرده بودیم در شهر کاتماندو نیپال و پیش از این خود ما از مصارف شخصی خود دیگه بگویم که قرنطین بودیم. رفتن شخ و تربیت بدنی به دوش گرفته بود، مصارفات ما تربیت بدنی بودجه که در اختیارش است بر ما دادن. اما ما از این دولت مردای خود همیشه شکایت داریم که چرا داریم ورزش و دوگانگی میکنن. ما اگر رفتیم در این مسابقات رفتیم تقریبا 13 مدال طلا و 2 نقره و 1 برنز گرفتیم که قهرمان از رقابت ها ما شدیم، که کشورهای جنوب آسیا برای همه ورزشکارا معلوم است که قوی ترین کشور هستن و هند و پاکستان و مثلا سریلانکا و بنگلادش، اینا همش مثل که و هند که به او عظمت که مثلا اقتصادش از افغانستان کرده بس 100 مراتب بیشتر است. نگه ما از اونا حتی یک مدال یا 2 مدال گرفتن. ما در این رقابت ها ما بسیار کوشش کردیم، چرا که وعده هایی که رئیس جمهور کرده بود با ورزشکارا گفته بودن که هر کسی که از رقابت های بیرون مرزی بعد از اون فرمان که دادن که ما کمک های مالی میکنیم و معنوی خویش خیر بر صورت ما دمی تشویق تانوز به عهده خدا عمل نکرد. نه ما دمی دمی شوق علاقه که داشتیم خود ما گفتیم بس مصارف شخصی خود یک قرنطین میکنیم دیگه، میکنیم 3 ماه 4 ماه برای مسابقات صبح دیگر آمادگی داشتیم و خوب تمرین کردیم و رفتیم و تمرین و بسیار به تو وقت رسیدیم که ما از میدان هوایی تا شدیم دفعتاً میدان مسابقات را اومدیم و فرما رو دادن برام، گفتن خانه پوری کنید، شما بسیار وقت رسیدین، شاید از مسابقه هست بمشید. باز ما خوشبختانه که شامل از این مسابقه شدیم و بسیار به اگزلگی خستگی که رسیدیم و به مو شهامت غرور که افغانای ما شما داره و ما داشتیم، بچه های ما تانستیم برز میریم در 3 بخش مسابقه کردیم، در بخش زورخانی، در بخش انفرادی و در بخش کشتیش که ما توانستیم مدال های طلا را بگیریم و قهرمان از رقابت ها شدیم. و اینجا که آمدیم فقط تنها از تربیت بدنی یک تشویق نو چیزی که از دیگه چیزی که بودجه در خدمت تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک است، اما از دستشان میشه دیگه چرا کدام تخصیص درست نداره تربیت بدنی. منظورتون از برخورد دوگانه چی است؟ یعنی تربیت بدنی هماهنگی نداره با کمیته ملی المپیک یا چی بونه؟ ما تربیت بدنی پیش از رئیس که حال فعلا نو شده یک 20 روز یا یک 2 هفته که میشه آقای رحیمی نو شده دیگه، با اینا کدام هنوز ندیدیم و پیش از او همه اینو خیری بود. باز ما را که آمدیم تشویق کردن و گفتن که ما وعده کرده که ما پیش رئیس جمهور شما را میبریم، وعده کردن که ما با رئیس جمهور صحبت میگن که شما اولین بار قهرمانی. ما پیش از این در مسابقات باکوی آذربایجان اشتراک کردیم و در اونجا مسابقات بر شما معلوم است که کشورهای اسلامی بر کشورهای اسلام بسیار مهم است، مثلا کشورهای ایران است، آذربایجان است، اینا همشون بعضی بسیاری مسابقات کشور المپیک اسلامی بسیار مهم است این مسابقات و در سطح جهان و منطقه معلوم است که مسابقات کشور اسلامی باید از این دستاورد هر کس که بگیره بسیار یک تقدیر خوب میشد. و ما خوشبختان دوجه تانستیم که مقام سیومی در بین 54 کشور اسلامی بگیریم و 9 مدال برنز گرفتیم. دو هم خوشبختانه نمیفهم سرش خاک کفت هیچ کس کدام تشویق ما را نکرد که شما یا مدال میارین به نام افغانستان میارین یا به نام خانه تان میارین. ما خوب زیرم بیرق افغانستان مسابقه میکنیم. مثلا اگه همین یک کرکت می بود یا دیگر می بود. نمیگیم که مثال اول ما چرا تشویق شدن ما بر زیر پرچم افغانستان مسابقه میکنن، منتهات به رقم قوم پرستی و ریسک کرکت میشه یک هیجان و یک دیگر و دیگر میشه. ما که مدال میاریم بی خیت فکر میکنن که یا خریده باشن یا متو پوت آورده باشن. یک بر کل دنیا مال ثابت است که یک پوت نیست که یک آدم مدال خریده باشه آورده باشه. که مثال یک میاریم تا المپیک یک تشویق میشیم بعد از سرش خاک مفته کس پرسون نمیگیره که میشه ما زیر بیرق افغانستان رزمی دین رزمی دین. ما در میدان که داخل میشیم میبینیم در وسط در صف کشورها که بیرق افغانستان بند است، میگیم همین از ما یک توقع دارن که آیا افغانستان بیرق شغبناق بند نکردن. حتما میگن افغانستان اشتراک میکنه و ببینیم که افغانستان و جهانیان میبینن که افغانستان باش میبینن در میدان مبراین چی میکنن.
و ما به مو همه چیز یادم میاد نکنم تعصب داریم نه دیگه داریم فقط مقدر ما یک خواهش داریم از رئیس جمهور که مقدر ورزشکارهایی که میرن میر از من بیرون از مرزهای افغانستان به زیر بیرق افغانستان مسابقه میکنن یار مورد تشویق خود قرار بده ما برتانی اطمینان میدم که در افغانستان برای کل این معلوم است که بسیار استعدادهای خوب است و بسیار مردم با غیرت از افغانستان در میدان که میرن همه چیز یادشون میره فقط بیرقشان یادشون است و مو سوزه که دارن در مسابقه میکنم و میگن مدال بگیریم برای افغانستان اما متاسفانه چیزی که میمیش کنم تشویق کنم چیزی نیست فقط هم قدر یک گل گردن مندازن و بس سپاس توریالای جان چنانچه مصطفی جان هم گفت اگر از مشکلات چرا واقعا با توجه به او دستاورده که ورزشکاران ما کسب کردن چرا واقعا تشویق نمیشن از طرف ریاست تربیت بدنی یا کمیته ملی المپیک یا در اواخر که رئیس جمهور حتی وعده داده بودند خب عرض سلام دارم خدمت شما و بینندهایی که همین لحظه ما را تماشا میکنه خب نمیفهمم که آیا ورزش یا سمتی ساختن یا ورزش زورخانه یا قهرمانایی که دستاورد دارن و گرفتن زیر نظرشان نمه ورزشکارای زورخانه در طول همین 14 سال گذشته بیش از 450 مدال به افغانستان آورده افتخارات است اما تا به حال کدام تقدیری نشده چرا؟ آیا این ورزش نیست؟ آیا زیر نظرشون نمه یا چه قسم؟ اگر ورزش سمتی شده و تنها ورزشکار و قهرمان ورزشکارای کرکت است پس آزادانه اعلامیه را به ما بگویند ما آزاد از زیر پرچم افغانستان میریم و به نام افغانستان دیگه هیچ کدام رقابتی نکنیم بسیار اگر خب این مشکلات شما در جریان گذاشتین با ریاست تربیت بدنی؟ بله اونا از مشکلات ما میفهمن خودشان وعده کردن رئیس تربیت بدنی قبلی با ما وعده کردن که در دو روز آینده ما شما را پیش میکنیم به ارگ ریاست جمهوری اما بدبختانه اونا تبدیل شدن و به جایشان آقای رحیمی اونا رئیس شدن رئیس تربیت بدنی و تا حال اونا کدام برنامه نداشته که با چی کار را پیش بگیره سپاس به شما برمیگردش